با سلام خدمت شما دوستای خوب، امیدوارم که همگی خوب هستید. با یک ویدیو دیگه در خدمتتون هستم و میخوام در مورد یک موضوع دیگه صحبت بکنم که در زندگی روزمره بهش بر میخوریم. و قوم اسرائیل وقتی که از مصر بیرون اومدن، خدا به شکل ابر و آتش خودش رو نشون داد و باهاشون همراه بود. و هر وقت که در واقع این ابر و آتش که حضور خدا باهاشون بود حرکت میکرد، قوم اسرائیل شیپورها رو صدا میدادن و در واقع آماده برای حرکت میشدن. و هر وقت که ثابت میایستاد، اونها هم چادراشون رو پهن میکردن و میایستادن. و بعضی وقت این انتظار یا این ایستادن تو اون منطقه روزها، بعضی وقت ماهها طول میکشید. و باور دارم که اکثر غرغرهای قوم اسرائیل موقعی بود که در اون انتظار بودن، حرکتی در کار نبود و به اطراف خودشون نگاه میکردن، میبینن که همه جا بیابونه، چیز خاصی پیدا نمیشه، چیز جدیدی اتفاق نمیافته و هیچ عملی انجام نمیشه برای نزدیک شدن به سرزمین وعده. و اینجا بود که غرغرها و شکایتها بیرون میومد. و امروز ما هم همینطور هستیم. خدا به ما وعده داده که با ما هست، به ما وعده هایی داده تو زندگیمون که بهش برسیم. برای هر کدومون میتونه متفاوت باشه و مختلف باشه، ولی یک چیزی داریم از خداوند و میدونیم که با ما هستش. و در این انتظار بعضی وقت به یه جایی میرسیم تو زندگیمون که نگاه میکنیم به دور و برمون و میبینیم که چیزی تغییر نمیکنه، یا ما پیشرفتی در زندگی خودمون نمیبینیم، چیز خاصی اتفاق نمیفته، ما فقط ایستادیم و هیچ رشدی نمیبینیم. و اینجاست که بعضی اوقات نگرانی و ترس و غرغر و شکایت ها به ما میاد و یا از ما بیرون میاد. و خیلی مهم هست که بدونیم که وقتی که ما در این انتظار هستیم، در این زمانی هستیم، تو این فصلی هستیم که در واقع به چشممون شاید نمیتونیم هیچ رشد و حرکت و یک برکت و یک چیز خاصی رو ببینیم، باید اینو بدونیم که در اون انتظار خدا داره در درون ما کار میکنه و ما رو آماده میکنه برای حرکت بعدی، برای این در واقع موومنت یا این حرکتی که خداوند میخواد که ما به جلو پیش بریم. و تا موقعی که اون درون ما تغییر نکنه و تبدیل نشه، یک جورایی ممکنه اون حرکت هی عقب بیفته. پس تشویقتون میکنم، اگه الان تو یک فصلی هستید که به دور و برتون نگاه میکنید، به زندگی خودتون نگاه میکنید و هیچ رشدی نمیبینید، هیچ شاید حتی برکتی هم نبینید و هیچ حرکتی به سمت اون جایی که میخواید برید یا اون وعده‌ای که خدا بهتون داده انگار نیستش، میخوام تشویقتون بکنم که خودتون رو با صبوری در این انتظار بایستید در حضور خدا و باور داشته باشید که خدا برای شما نقشه داره و باور داشته باشید که اون چیزی که خدا به شما گفته عملی میشه. و در این انتظار هر وقت حتی اگه همه چیز میگم خیلی ثابت و بدون حرکت به نظر بیاد، شاید دور و برمون بیابونی باشه، ولی باید به یاد بیاریم اون وعده خدا رو، به یاد بیاریم، بهش اعتماد کنیم، بهش ایمان داشته باشیم و بدونیم که وقتی که در ما کار بکنه، ما رو آماده بکنه از نظر شخصی، قلبی و روحی، اون موقع است که آماده حرکت میشیم، حرکت بعدی، تا دوباره میرسیم به یه جای دیگه که در واقع اونجا دوباره یک استاپ دیگه هست. و میخواستم اینو باتون در میان بذارم و تشویقتون بکنم که در اعتماد و ایمان به خدا ثابت بمونیم، حتی اگه دوروبرمون خیلی جذاب، قشنگ، پربرکت یا پربار نباشه. و بدونیم که حتی اگه ما نبینیم، خدا داره در درون ما کار میکنه و در اون قسمتهایی که ما نمیبینیم داره عمل میکنه. خدا برکتتون بده تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.